تحولات کارگری رو بررسی میکنیم با ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن. آقای رحمانی، در بیانیه کارگران فولاد تاکید شده که به بخشی از کار در واقع اون چیزایی که میخواستن رسیدن. چقدر فکر میکنید که این همبستگی کارگران فولاد در دستیابی به این خواسته ها موثر بوده؟ بله، با درود به شما و بینندگان عزیز. مسلماً همبستگی اینا مهمترین عامل رسیدن به بخشی از خواستهاشون بوده. ببینید، این خواسته ها خواسته های غیر قانونی هم نیست. ماده 48 و 49 قانون کار میگه که کارگاه های بیش از 50 نفر اینا باید طبقه بندی برشون صورت بگیره و این خواسته ایه که به طور طبیعی باید هر کارفرمایی به کارگراش بده. اما مسئله اینجاست که تو این رابطه کارگران فولاد، شرکت اینقدر دست به دست شده که عملاً معلوم نیست، هیچ حساب کتابی درش وجود نداره که مدیر عامل شرکت میگه که هنوز ما اون ظرفیت تولید بالا رو نداریم و اون بخش از خواستهایی هم که بهشون دادن در حقیقت خواسته هایی که موقتیه، یعنی در رابطه با طرح طبقه بندی مشاغل اینا 10 میلیون در ماه فعلا به همه کارگران دادن، در صورتی که بحث طبقه بندی مشاغل بر اساس زمان کار، سابقه کار و همینطور مهارت و غیره باید تصمیم گیری بشه و این نشون میده که در حقیقت تله‌ایه که اینا گذاشتن برای اینکه بتونن اعتراضات فولاد اهواز رو اینا سرکوب بکنن به نوعی. برای اینکه اصرار ایران اینه که شبهات شورای اسلامی رو تشکیل بدین، نمایندگان اینا رو به رسمیت نمیشناسن و این 10,000 تومان به علاوه اون بازگشت به کار 38 نفر، اما بقیه خواسته ها از جمله برگشت به کار آقای کریم سیاهی و همینطور کارخانه شفق در تاکستان که عملا بخشی از اینه اما جداگانه عمل میکنه، خواستن که قراردادشون از پیمانی به قراردادی یا قرارداد مستقیم با کارخانه باشه که همه اینا هنوز صورت نگرفته، یعنی کارگران به جای خواسته ها و مطالباتشون هنوز به اون صورت نرسیدن. ببین، سناریوی گفتن که تا رسیدن به مطالبات کاملشون به اعتصاب ها ادامه میدن، اما فقط فولاد اهواز نبوده، کارکنان شرکت نفت هم میدونیم امروز در سوریه آقا جاری تجمع اعتراضی برگزار کردن. این گستردگی اعتراض های کارگری در ایران چه چشم اندازی داره میده از آینده کارگران؟ ببینید، گستردگی اعتراضات بر اساس گستردگی فقر در ایرانه، یعنی حاکمیت شرایطی رو ایجاد کرده، دولت رئیسی به خصوص، که نه تنها وضعیت معیشت کارگران بلکه امنیت شغلی اونها هم در خطر افتاده، یعنی جدال مرگ و زندگیه و این ادامه خواهد داشت به نظرم و گسترش خواهد کرد تا اونجایی که اینا بتونن با تغییر توازن قوا حاکمیت رو کمی به عقب حداقل برونن تا بتونن بخشی از اون خواسته هایی که به مستقیماً به زنده ماندن و به آینده فرزندانشون هم بستگی داره حداقل به اون خواسته ها برسن. به همین خاطر مسئله نفت ببینید همیشه جزو جایگاه امن دولت بوده، به خاطر اینکه میگفتن خب ما حقوق اینا رو تامین میکنیم، نفت برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه، اما میبینیم که این اعتراضات به اون سمت هم کشیده، بخصوص بخش کارگرانی که به صورت دائمی هستن، نه بخش کارگران پروژه‌ای و پیمانی اینا، و از این زاویه زنگ خطریه برای حاکمیت که اگر به خواسته و مطالبات کارگران رسیدگی نکنند این اعتراضات گسترده بشه و عملا از شما ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما، متشکرم.